درود بر شما دوستان گرامی، آراد هستم از englishforpersians.com. درس امروزمون در رابطه با زمان گذشته هست، اما پرسشی و منفیش. اوکی؟ درس پیش از این درس گذشته ساده بود، اما این درس گذشته ساده هست اما پرسشی و منفی رو مورد بررسی قرار میدیم توی این درس. پس برای اینکه اون درس رو بیشتر متوجه بشید، اگر نیاز دارید حتما درسی که پیش از این درس هست رو هم ببینید. اون به شما کمک میکنه تا بدونید اینجا چرا ما داریم کارا رو انجام میدیم، چرا اینا به این شکل هستند، و پاسخ خیلی از پرسشایی که ممکنه با دیدن این ویدیو براتون ایجاد بشه رو توی ویدئویی که پیش از این هست دادم، که اگر اون رو دیدید و این رو هم دیدید باز موردی براتون باقی موند، حتما با من در تماس باشید از راه فیسبوک یا یوتیوب چنل یا همین کانتکت پاس همین شبکه همین سایت با من در تماس باشید و مشکل رو با هم رفع کنیم اگر مشکلی باز باقی موند. اوکی، من خیلی در رابطه با زمان گذشته دیگه توضیح نمیدم به این ترتیب و میریم سراغ منفی ساختن. ببینید، ما گفتیم توی درس am, is, are, was, were و در ساعت و زمان حال ساده و اینها در رابطه با منفی ساختن صحبت کردیم و گفتیم که برای اینکه ما یه جمله ای رو منفی کنیم، چیزی که نیاز داریم not هست، که خیلی از ایرانی ها و خب به هر حال اونهایی که زبان انگلیسی رو دارن میگن غیر از ایرانی ها هم به این ترتیب هستن که میان و no رو استفاده میکنن برای منفی ساختن، که درست نیست. نو برای منفی ساختن نیست، بلکه نات هست. اما مشکلی که نات داره این هست که وارد جمله نمیشه، مثل یک واژه مستقل عمل نمیکنه، بلکه باید بچسبه به یک واژه دیگه که اون واژه هم باید فعل کمکی باشه. am, is, are, was, were اینها واژه های کمکی، اون فعل های کمکی هستن. به این ترتیب به راحتی ما میتونیم اینها رو منفی کنیم. am میشه am not، is میشه is not، are not، was not و were not. به این ترتیب ما جمله رو که داخلش حتی اگه معنیش رو ندونیم، فقط ببینیم که amی، ایزی، آری چیزی داره یا not بهش میدیم و جمله رو منفی کردیم. اما یه سری از جمله ها هستن که am و is و are و اینها رو ندارن، مثل این جمله She started work. حالا من میخوام این رو منفی کنم، نه ام داره نه من نمیتونم ام و ایزار اینها رو وارد جمله کنم. اوکی، من احتیاج به نات دارم، من احتیاج به نات دارم تا این جمله منفی بشه. اما نات جایی نداره، چون گفتیم یه واژه مستقل نیست و نمیاد توی جمله همونجوری که بقیه‌شون میشینن به اون راحتی بیاد بنشینه. به این ترتیب احتیاج به یک فرودگاه، احتیاج به یه جایگاه داره، و اون چی هست؟ توی زمان حال منفی و پرسشی گفتم ما وقتی که میریم توی جمله و اون فعل‌های کمکی رو که میشناسیم رو پیدا نمی‌کنیم، دنبال چی می‌گردیم؟ میریم چی رو قرض می‌کنیم؟ دو. میدونم خیلی ها مخالفم و میگن نه داز یا دید یا همچین چیزی. نه، من اون روش رو رد نمی‌کنم. بعضی آموزگارهای دیگه روش‌های دیگه دارن، اما روش من این نیست و من به یه روش رو در نظر میگیرم، چه حال باشه، چه گذشته باشه، چه اس سوم شخص باشه یا نه، من میگم چی کار کنیم، بیاین دو رو به جمله میاریم، چون واقعا هم دو رو ما نداریم، بقیه چیزها توی جمله هستن، با هم که انجام بدیم بهش میرسیم، مشخص تر میشه. اوکی، she started work. حالا من دو رو به جمله میارم، میگم she do. اوکی، به این مرحله که میرسم اتفاقی که میفته به این ترتیب هستش. اوکی، اینجا من دو رو به جمله آوردم، بعد اتفاقی که میفته اینجا، این جمله من یه فعل اصلی داشت، یک فعل اصلی داشت، start فعل اصلی بود که یک ایدی هم گرفته بود، خود فعل start بود، ایدی هم داشت. یعنی ما تو این واژه دو تا مطلب رو میدونیم، یکی عمل start که اون فعل ما هست، یکی ایدی که نشون میده این در گذشته هست. پس دو تا چیز توی واژه نهفته است. فعل اصلی وقتی تنها هست این بار رو به دوش میکشه، اما وقتی چشمش میفته به یک فعل کمکی دیگه زیر این بار نمیره.
و چه اتفاقی میفته؟ میاد و این بار رو، ایدی رو میفرسته برای دو. دو که ایدی بگیره خب بیقاعده است دیگه، درسته؟ دو نمیتونیم بگیم دو بعد ایدی بهش بدیم، نمیشه. دو تبدیل میشه به دید. اوکی؟ پس من در واقع دید رو به جمله نیاوردم، من دو رو به جمله آوردم، بعد ایدی رو جابجا کردم توی جمله، متوجه هستین؟ پس من دید رو به جمله نیاوردم، دو رو به جمله آوردم و یک ایدی رو از اون فعل گرفتم دادم به این یکی فعل، فعل کمکی. حالا جمله من این شکلی، ابتدای جمله من این شکلی شد، she did. اوکی؟ حالا که دید رو دارم بقیه جمله‌ام رو می‌نویسم. not جا داره حالا برای اومدن به جمله، وارد سر جای خودش میاد میشینه. بعد از started من چی باقی مونده؟ از started work من ایدیش که رفت، ایدیش که رفت نشست روی do. حالا چی ازش باقی مونده؟ start و بعد work. اوکی؟ پس برای خیلی وقتا اتفاق میفته بچه‌ها میگن خیلی خوب دید رو به جمله میاریم، بعد بقیه جمله رو مینویسم و میگن she didn't started work، یعنی اون ایدی دوباره روی start باقی میمونه، فراموش میکنم اون رو جا به جا کنم، چون که فکر میکنم باید دید رو به جمله بیارن. اما اگر ما خودمون رو به این عادت بدیم که آره ما دو رو به جمله میاریم و نقش فعل رو میگیریم، اون وقته که بیشتر این توی ذهنمون میمونه. یعنی اگر به اینجوری خودمون عادت بدیم با دو که به جمله اومده، در واقع اون نقش اس سوم شخص یا ایدی که توی جمله توی فعل هست و اینها رو جذب خودش میکنه و میفهمیم چرا فعلمون باید پس از اون ساده بیاد. اوکی؟ پس she started work بخوایم منفیش کنیم میگیم she didn't start work. اوکی؟ این یه موردی که من براتون انجام دادم.